با سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. بحثی که امروز خیلی داغه، وضعیت بیت کوین بالاخره قرار چی بشه؟ تو بازار رمزارزها چیکار باید بکنیم؟ بیت کوین ممکنه تا کجا بریزه؟ برگشت بیت کوین از کجا مطمئن باشیم که حداقل در کوتاه مدت ما یه مسیر اصلاحی رو داریم برمیگردیم به سمت بالا؟ وضعیت بازار رمزارزها رو می‌خوایم با هم دیگه الان چک کنیم و روی چارت بهتون نشون میدم که چه عواملی درگیر این ماجرا هستن و ما میتونیم توی این بازار چه اقدامی انجام بدیم. خب با من همراه باشین لطفا. قبل اینکه به خود بیت کوین بپردازم، ببینین الان ما با رو چارت بیت کوین هستیم، چارت دیلی. قبل اینکه تکنیکالی بخوام چارت بیت کوین رو بررسی کنم، احتیاج دارم که یه چیزی رو یادآوری بکنم. دیشب رسما روسیه به اوکراین اعلام جنگ کرد. دو تا از مناطق شرقی اوکراین رو به رسمیت شناخت استقلالشون و خب میخواد ارتشش رو مثلا به عنوان تحت عنوان نیروهای حافظ صلح بفرسته به اون مناطق. خب این عملا یعنی اعلام جنگ. از اون طرف ماجرا شورای امنیت سازمان ملل امروز جلسه اضطراری گذاشته. نتیجه جلسه برامون خیلی مهمه. گروه کبرای بریتانیا جلسه اضطراری گذاشته برای تحریم روسیه. آمریکا تهدید کرده که روسیه رو داره برای روی تحریم روسیه فکر میکنه. خب همه این مسائل بذاریم به کنار، هم دیگه به یه جنبندی باید برسیم. هممون جنگ سوریه سال 2008 تا 2012 یادمون هست که اون سالها چه اتفاق افتاد. قیمت طلا دو برابر شد، ولی اون موقع از رمز ارزا به اون صورت خبری نبود. من فکر میکردم الان اصلا دلم نمیخواد که این اتفاق بیفته، ولی در آستانه جنگ جهانی سوم شاید قرار گرفتیم. توی این وضعیت شاید بیت کوین میتونست همراستا با طلا به عنوان سرمایه گذاری امن تلقی بشه. خب ولی این اتفاق نیفتاد. ببینید تو تقریبا یکی دو روز گذشته چارت دیلی طلا رو با هم دیگه نگاه کنیم. این کندل طلا دیروز، این کندل طلا از دیشب تا این لحظه. دیشب طلا تا حوالی 1915 هم رسید. الان داره کماکان تو اون رنج بالا بازی میکنه. از اون طرف ماجرا چارت شاخص دلار، ببینین شاخص دلار نریخ. حالا کاری ندارم، دیروز بانک های آمریکا تعطیل بود، هنوزم باز نشده، چند ساعت دیگه قرار باز بشه، ولی دلار تونسته خودشو بالای منطقه 96 تثبیت بکنه. از این اتفاق چیزی که به ذهن من میرسه، دنیا دلار و طلا رو به عنوان سرمایه گذاری امن داره میپذیره. وقتی میایین بیت کوین رو نگاه میکنین، متاسفانه بیت کوین فقط شاهد ریزش بوده. پس بیت کوین به عنوان پادشاه دنیای رمزارزها به هیچ وجه سرمایه گذاری امن به حساب نیومد تو این جریان. حالا بین طلا و دلار، طبیعتا وقتی آمریکا بخواد روسیه رو تحریم بکنه، اقتصاد آمریکا تحت فشار قرار میگیره. شاخص دلار میاد پایین، طلا از اینی هم که هست میره بالاتر. خب پس نمیتونیم صرفا با بررسی فقط چارت بیت کوین بیایم بگیم که چه خبر، الان قراره چی بشه، قراره چی نشه. نه، کلی عوامل دیگه هستن که میتونن روی تصمیم گیری ما تاثیر بذارن. ولی به هر حال الان زمان مناسبی برای هولد جدید نیست، این درست. ولی وقتی بازار نوسان داره، من و شما تریدریم، میتونیم تریدهای خیلی خوبی بگیریم. خب همونجوری که از صبح دیروز پوزیشنای خیلی عالی بود و گرفتیم. و یک چیز دیگر هم باید در مورد وضعیت فعلی بازار بگم. ببینید یه سری هولد هایی هستن که از قبل رو دست ما مونده، مثلا دارم میگم پروژه‌ای بوده که ما ازشون سودهای خوبی گرفتیم، اصل پول و یه بخشی از سودو خارج کردیم، یه بخشی از سودو گذاشتیم بمونه برای آینده که اون متاسفانه مثلا قیمتش اومده پایین. خب یعنی اصل پول به هیچ وجه در خطر نیست، یک سری سود پول های ما، سود هولد های ما در خطر مونده تو وضعیت الان. ولی چیزی که همیشه میگم، اونایی که توی هولد هستن به نظر من نترسن. خب روی پروژه های درست حسابی ها، پروژه های ضعیف اصلا صحبت نمی کنم، روی مثلا پروژه های خوب اگه توی هولد هستین نترسین. قضیه رو به این چشم نگاه کنین که بازار بهتون یه تخفیف داره میده. شما اومدین مثلا دارم میگم روی 40K بیت کوین خریدین، ممکنه بیت کوین بشه 20K، ایراد نداره. شما اینجوری قضیه رو نگاه کنین که بازار یه تخفیف 50% بهتون داده. مثلا دارم میگم شما میری کوچه‌وار می‌خرید 2000 دلار،
یهو سیزن عوض میشه، کوچ عوارض تخفیف میخوره مثلا به 30% قیمت اون موقعی که میتونستیم بخریم، مثلا دارم میگم قیمتش شده $700. ناراحت میشی از این کوچ عواری که مثلا خرید $2000 شده الان $700؟ نخیر، راهکار درستش اینه که مثلا یه دونه دیگه هم بخری، بگی من خیلی خب ببین قیمتش $2000 بود من خریدم الان تونستم $700ش هم بخرم، بیت کوین 40K رو خریدم و امروز بیت کوین شده 20K، بازم میخرم. خب پس راهکارش اینه که دیدمون رو تغییر بدیم، اون موقع از نظر ذهنی تو آرامش هستیم و میتونیم تصمیمات درستی بگیریم و برای پولمون هم میتونیم برنامه‌ریزی خیلی بهتری داشته باشیم. خب پس با ضررهای سنگین خودتون رو از بازارها در نیارین، این دقیقا چیزیه که سرمایه گذارهای بزرگ ازتون توقع دارم. خب پس شما سود بده سرمایه‌های بزرگ نباشین. چارت بیت کوین رو از لحاظ تکنیکالی اگه بخوایم بررسی کنیم، ببینید بذارید من یه کمی اینو ببرم بالا بهتر معلوم باشه. این چارت بیت کوین ما تایم فریم دیلی هستیم، توی ویکلی و مانثلیش اصلا کاری ندارم چون الان نمیخوایم اونقدر بالا مدت فکر کنیم. ولی چیزی که هست، ما تو منطقه 37 یعنی زون 37، حالا $500 بالا $500 پایین، یه منطقه خیلی سنگین داریم. اون منطقه اگه از دست بره ممکنه تا پشت این خط سقوط بکنیم، یعنی تقریبا عدد 34. و اگر هم منطقه 34 32 رو از دست بده، به نظر من تراز 30 نگهدارش نیست، میره زیر 30 این دفعه. خب ولی اگه ببین دارم میگم به هیچ وجه الان صحبتی که میکنیم روی هولد نیست، برای اینکه با واسه چند ساعت آینده برنامه‌ریزی داشته باشیم یا برای مثلا یکی دو روز، دارم اینو میگم شما در تایم فریم پایین‌تر شاید راحت‌تر بتونید این قضیه رو نگاه کنید. ببین الان همین بیت کوین در تایم فریم یک ساعته وضعیت ما اوکیه. ببین این نارنجی مووینگ اوریج 50 است، نمودار شما هر دفعه اومد به مووینگ اوریج 50 چسبید رفت پایین، نمودار شما علی‌رغم همه این ریزش ها یه کف اینجا درست کرده و اندیکاتورامون هم داره جهت بای رو نشون میده، توپ سبز هم شکل گرفته. ممکنه بیت کوین الان توی همین حرکتی که هست خودش رو تا منطقه 38 یعنی برخورد با مووینگ 50 یک ساعته و این کف مقاومتی خودش رو برسونه بالا. خب کف خیلی محکمیه چون اینجا هم میبینیم همون کف اینجا هم تاثیر گذاشته. خب پس برای کوتاه مدت من فکر میکنم ممکنه بیت کوین تا این منطقه خودش رو بیاد بالا، ولی چیزی که هست بعد از تقریبا 3 روز تعطیلی امروز بعد از ظهر بازار آمریکا باز میشه. بازار آمریکا که باز بشه ممکنه شرایط به گونه دیگه تغییر بکنه. خب پس هر برنامه‌ریزی دارین کوتاه مدت، دنبال کارهای بلند مدت الان نباشین. گفتم بلند مدت‌ها رو هر کاری که کردیم بذارین همونجوری بمونه، نهایتاً تو کفای پایین‌تر خریدهای دیگه بکنین که اون قیمت رو تعدیل بکنه، بتونین توی تراز خوبی وایسین. ارزهای ضعیف‌تر هیچ شانسی واسه حرکت ندارن، روی اونا اصلا نرین یا نمیدونم یه طوری خلاصه حل و فصلش کنیم، اونا تو این بازار حرکت بکن نیستن. خب پس این از وضعیت بیت کوین، وضعیتمون شکننده است، به سمت پایین هم باید باشه. اگه قضیه اوکراین جدی‌تر هم بشه سقوط بیت کوین شدیدتر خواهد شد. خب فقط حواستون باشه بازارمون نوسان داره، میتونیم رو نوسان‌های کوچیکش حساب کنیم، مثلا تا 38، از 38 تا سقوط بعدی پله 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 باهاش پیش برین، اصلا هم دنبال هولد کردن و این ماجراها نباشین، برای اینکه اصلا تو اون وضعیت نیستیم، نمیتونیم رو بلند مدت فکر کنیم. خب این از برنامه‌ریزی من برای بیت کوین و در واقع دنیای رمزارزها. مهمترین به قول معروف چکیده ویدیو امروز من این بود که اگه جنگ بشه که داره میشه، به هیچ وجه بیت کوین هم تراز طلا سرمایه گذاری عمد قرار نیست به حساب بیاد. این چیزی بود که خودم جوابشو نمیدونستم، فکر میکردم شاید تو جنگ مثلا این دفعه بیت کوین هم مثل طلا در جنگ سوریه قیمتش دو برابر بشه یا بیشتر، ولی به هیچ وجه اون اتفاق قرار نیست بیفته. خب پس حواستون باشه، همیشه هم گفتیم بهتره سرمایه رو به شکل‌های مختلف تقسیم کنین، جمعیدونم دلار، طلا، ملک، یه بخشی هم کریپتو. خب ظاهرا کریپتو تو بحران جنگی جای واسه حرکت نداره. امیدوارم که همگی سریع و سلامت باشین، پرسود باشین، تصمیمات درست بگیرین، به رویاهاتون برسین. وقت همگی بخیر.